اون زمان ایشون دکتر عبدالکریم سروش نبودن، ایشون حاج دباغ بودن. ایشون هم مثل آقای لاجوردی کشتار کردن. ایشون تفکر و ذهنیات مدرن ایران رو زیر لگد گرفتن. بعد ادعا کردن ما انقلاب فرهنگی و اسلامی نمی کردیم، حالا بعد تبدیل شد به پوپر اسلامی ایران. وقتی با آقای دکتر برقه مصاحبه می کردم پرسیدم ایشون میخوان نقش لوتر رو بازی کنن، گفت بله ایشون میتونن مارتین لوتر اسلامی باشن، پروتستانیزم رو بیارن. نه، ایشان در همون بازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه و اسلامیزه کردن دانشگاه یا حوزه‌ای کردن دانشگاه این نقش رو بازی کرد که قالی قرمز ریخت برای عصری که بعد روشنفکران دینی آمدن. میدانستن چه کار میکنن، دروغ میگن، هنوزم دروغ میگن. و وقتی که به بحث خمینی میرسه ایشون معتقدن زمان این نرسیده که ما در تاریخ در مورد آقای خمینی در واقع قضاوت کنه. چرا؟ آقای خمینی همان انقلابگر عصر هیچه. چرا میترسید از خمینی انتقاد کنید؟ چرا وقتی همه شما به بنبست امنیتی، اطلاعاتی، فکری، نظری میرسید بلافاصله خودتون از نوچه های معتقد به آقای خمینی معرفی میکنید؟ میبینید؟ اما یک نکته ای که من به نسل آینده و شیک ایرانی میگم، اینا ناچارن رو دست شما بازی کنن. بر نگردید با اینها و در اون پیاده روهایی که اینها میخوان پیاده روهای سیاسی قدم بزنید، خودتون باشید. من همیشه به بچه‌هایی که در فیسبوک یا محله امید با ما هستن همین حرفو میزنم. ما به شما اطلاعات میدیم، تفکر و نحوه تحلیل من رو نپذیرید، خودتون باشید، خودتون تحلیل کنید، نظریات خودتون رو ارائه بدید. اینها خواهم باخت. چرا؟ مگر نمیبینید الان دارن برای شما حتی همه با هم حجاب ها رو برمیدارن؟ این بازی های بچگانه فیسبوکی رو راه انداختن، عواملشون رو به خارج فرستادن. چرا؟ میخوان شما رو دوباره به دام بکشن. بنابراین اجازه بدید میرم بیاند نیوز و ببینیم واقعا لابلای خطوط رو چگونه باید خون در این بازی های سیاسی. شاید در مورد آقای خمینی امروز حتی ملیجک هاش قضاوت نخواهند کرد، اون مسئله دیگری است. اما یک واقعیت سیاسی در ایران اتفاق میفته. وقتی شما برمیگردید و در واقع در ماشین زمان یا تونل زمان تاریخ نگاه میکنید، آنچه که امروز در ایران میگذره شباهت بسیاری داره با شوروی دهه 80، آغازین سالهای دهه 80. در آغازین سالهای دهه 80 شما هرگاه خبرها رو پیگیری میکردید، در واقع بدون اینکه غافلگیر بشید احساس میکردید دایناسورهای پولیت برو یکی از پس از دیگری دارن از صحنه خارج میشن. یک روز میخائیل سوسلوف میرفت، روز دیگه چرننکو میرفت، گرومیکو رو رئیس جمهور میکردم که بعد عذرشو بخوان، آندروپوف میومد، آندروپوف میرفت. و شما این تحولات رو در اون دستگاه هیئت رئیسه شوروی میدیدید. حالا در ایران هم دارن دایناسورها میروند. وقتی مهدوی کنی میرود خبره، منعکس میشه، همه میرن به پایه به اصطلاح عیادتش. همیشه مهدوی کنی رو پاره ای از محافل معرفی میکردن به عنوان گرند لوژ فراماسونری این رژیم. حالا درست یا نادرست، بسیاری میشناختن، بسیاری در واقع شاید از برگرفته از خبرهای دیگر این چنین مینوشتن. مثلا آقای مهدوی کنی رو در یک مقامی بالاتر حتی از خامنه ای و رفسنجانی قرار میدادن، نقش مهمتری براش قائل بودن، همینجور که برای واعظ طبسی نقش یک سلطان بی رقیب اقتصادی و در واقع زیارتی معرفی میکنن. مهدوی کنی شخصیت ساده ای نبود،
از آغاز خمینی اجازه داد که اون نقش سیاسی را هم برای خودش اتخاذ کنه و بازی کنه. در واقع در کابینه های اول و دوم حضور داشت. حالا مهدوی کنی در آخرین لحظات بعد از به اصطلاح اون حوادث انتخابات 88 به خاطر درگیری دو جناح قدرتمند رژیم، دو مافیای قدرتمند رژیم، در واقع ترجیح دادن مهدوی کنی نقش به اصطلاح رهبر خبرگان بازی کنه تا هاشمی رفسنجانی. بنابراین رفتن مهدوی کنی در واقع صحنه یک خلای سیاسی ایجاد میکنه. خلای سیاسی، هر کس رهبر خبرگان شد، همین آقای هاشمی رفسنجانی بیش از همه تلاش میکنه. هاشمی رفسنجانی همیشه سعی کرده نقش درجه دو رو بازی کنه، از پشت پرده بازی ها رو اداره کنه. حالا احساس میکنه برای این که بتونه آینده این رژیم رو ورق بزنه، شاید سازش هاش رو انجام بده با دنیای غرب، اول باید مجلس خبرگان، اون سند کرسی اصلی رو، کرسی اول رو در اختیار بگیره. بعد یک مثل آندروپوف که در واقع در پلت برو به خاطر گورباچف، علیف و جوانهایی که باید می اومدن یه تغییرات اساسی داد، شاید ایشون هم می خواهد پلت برو رو در اختیار بگیره. دایناسورها رو یکی پس از دیگری که مثل خود او رفتنی هستن اول از صحنه خارج کنه، بعد بره به سراغ رهبر، چون اون مجلس خبرگان نقش اینو داره اختیارات رهبر رو بگیره یا جانشین براش انتخاب کنه. حالا ادهی در تهران میگن در شرایطی که هاشمی رفسنجانی توطئه میکنه، واقعا این مرد توطئه گریست، هیچ تردیدی نداشته باشید، ایشون در واقع همون علی جناب ریشلیو هستن، کاردینال قرمز پوش ایشونن، واقعا هستن. حالا آقای اکبر گنجی به خاطر سازش های امنیتی حرفش رو عوض میکنه، اون یه مسئله دیگریست، هیچ اهمیتی نداره دیگه حرفای اینا، اینا هم دیگر اعتباری نداره حرفاشون. اما چون ایشون توطئه میکنه، در محافل خبر رسیده که احمد خاتمی، شاهرودی، دوری نجف آبادی، یک عده‌ای با مؤتلفه ها ساخت و پاخ میکنن که هاشمی رفسنجانی بر سر کار نیاد. حالا رفسنجانی چه موقعیتی داره که بتونه به اونجا برسه؟ رفسنجانی در واقع بزرگترین مافیای مالی رو در اختیار داره که اکثرش باید در خارج از کشور باشه. خیلی زمزمه این است که پولاش در کانادا است، حالا یا انگلیسه، مهم نیست. هاشمی رفسنجانی یک مافیای تبلیغاتی داره. حالا نگاه کنید خودش به بهترین نحوی از این دستگاه تبلیغاتی استفاده میکنه و خودشو پروموت میکنه. نگاه کنید. I'm here in the office of Akbar Hashemi Rafsanjani, one of the leaders of the revolution in 1979 in Iran and one of the pillars of the Islamic Republic. We're here to discuss the important interim deal between world powers and Iran on its nuclear program and Iran's relations with the West and its neighbors. So what is your message to foreign investors, assuming that the sanctions can be progressively lifted? ما استقبال میکنیم در درجه اول از ایرانی هایی که در خارج هستن و در درجه بعد از هر کس مایل در ایران سرمایه گذاری کنه. And which particular sectors do you think are most attractive and important for foreign investors? در صنایع زیربنایی و روبنایی نفت و گاز، پتروشیمی به خصوص، در صنایع ریلی که ما میدان وسیعی داریم با این خاکی. دیر شده در یک کلمه، حالا چی توضیح میدم چرا. اولا آقای عالی جناب رفسنجانی در اون روزایی که خمینی بود نقش بسیار به اصطلاح دست راستی تندگرای انقلابی رو بازی میکرد. بعد احساس کرد سیگنال هایی از خارج میرسه، شاید هوشنگ امیر احمدی اولین کسی بود این سیگنال ها رو بهش رسون،
که شما میتونید ایجاد ارتباط کنید با آمریکایی‌ها. بعد شروع کرد یک چرخش 180 درجه کردن و نقش یک شخصیت پراگماتیک رو بازی کرد. حالا هم در واقع واقعیت اینه، درسته آقای گلوبنکوف یک مقاله نوشت و ایشون رو معرفی کرد، رئیس مافیای اقتصادی ایران، روی مجله فوربس هم گذاشتن عکسش و یه بوسه مرگی بود. اما الان بسیاری در آمریکا معتقدن از طریق رفسنجانی، همان گونه که از طریق دانگ شائوپینگ رفتن چین یا از طریق آندروپوف رفتن روسیه، میتونن بیان. چرا که نگاه کنید چه بازیای قشنگی رو انجام میدن. من درست نمیگم، هر دوش دروغه. من چون زندان رو با همه وجودم لمس کردم، زندان هایی که من دیدم، شکنجه هایی که تو زندان شدم، اونچنان منو متنفر کرده از زندان. در تمام این دوره مسئولیت 27 سالم هیچ کسی رو باعث نشدم تو زندان بره. به محض اینکه مسئله داعش و فروپاشی موسول به گوش دنیا رسید، وقتی این گروه های تکفیری موسول رو گرفتن، تکریت رو گرفتن، بلافاصله بسیاری از منابع خبری دنیای غرب گفتن منتظریم آیت الله سیستانی فتوا بده و جهاد بده. پس بنابراین دیگه به ولایت نمیرسه. اما قضیه موسول چی بود؟ چگونه ممکن بود یک مشت نینجای جهادی بتوانن یک ارتش 15,000 نفری رو بیرون کنن از یک شهر معتبر مثل موسول؟ به هر حال این شهر دوم این کشوره، فکر نکنید ساده از کارش. این نزدیک به تمام منابع نفتی و نزدیک به دو پالایشگاه معتبر عراقه. چرا این گونه شد؟ تعجب نمی کنید؟ اینا سر کلشون از کجا پیدا شد؟ مثل نینجاها لباس می پوشن؟ بهشون میگن تکفیری. بعضیا میگن ارتش امارات اسلامی عراق و شام، یعنی همون سوریه قدیم. عده‌ای میگن نه، ارتش امارات اسلامی عراق و لوان، یعنی میرسه تا مدیترانه. راستی چی شد؟ چرا سربازان عراقی باز چکمه هاشون رو ول کردن و در رفتن؟ هر بار ما این عراقی ها رو میبینیم در جنگ فراری هست، اسیر هست، زانو میزنن. آیا خسته شدن از جنگ؟ 100%. تردیدی نداشته باشید، عراقی ها خسته شدن از جنگ، عراقی ها خسته شدن از کشتار. حالا چرا ناگهان چنین ارتشی که به اصطلاح آمریکایی‌ها تعلیم داده بودن، تجهیزات آمریکایی در اختیارشون بود، به این سادگی در موسول گذاشتن و رفتن؟ به خاطر اینکه اکثر اینا سنی‌ان و از حکومت ملکی خوششان نمیاد. این یک نوع سازش بود. در واقع اونها دولت عراق رو تنها گذاشتن و در ضمن کردها رو در واقع در خطر قرار دادن. چرا؟ به خاطر این کردستان داره نفت میفروشه و سرمایه ها رو در واقع به جیب مافیای بارزانی میرزه. چرا بیان خودشونو به کشتن بدن، اونم در مقابل یکی از در واقع خشنترین گروه های جهادی که دوره دیدن؟ همه اینا دوره دیدن، حتی بهتر از گروه های طالبان، بهتر از گروه های القاعده. اینها دوره دیده های جنگ سوریه هم هستن. حالا اینها میخواهند یک حوزه استراتژیکی امن به وجود بیارن و به سختی مزاحم ایران، عراق، سوریه، ترکیه، کردستان خواهند شد. ادعی معتقدن این الان همین خبر رو بخونید در رای دیگر. اتفاقا 48 ساعت بعد از اینکه تمام مطبوعات ایران این خبر رو مخابره کردن که حاج قاسم سلیمانی، سردار قدس، موفق شد اینها رو از سامره بیرون کنه، اینا موصول گرفتن. در واقع یک تودهنی بود، تودهنی به سپاه قدس، تودهنی به حزب الله. چرا؟ شما بازیای سیاسی رو به این گونه ساده انگارانه که 4 تا اینجا حمله کردن شهری رو گرفتن نگاه نکنید. درست زمانی که آقای ظریف جلوی تمام دنیا به خاندان سعود گفت نه، من ترجیح میدم برم مذاکرات 5 به اضافه 1 رو انجام بدم اما به ریاض نمیام،
تو دهنی خورد ایران. چرا؟ این بازی دست سر نخش دست عربستان و قطر و کشورهای عربی است. اونها تامین میکنن هزینه این کلوب رو، کلوب آدم کشا رو.